رودکی ابو عبدالله جعفر رودکی یکی از شاعران پرآوازه قرن چهارم هجری قمری در دوره سامانی بود. رودکی در یکی از روستاهای رودک سمرقند به نام بنج متولد شد. او از همان دوران کودکی دارای هوش و ذوق سرشاری بود. تحصیلات ابتدایی خود را در مکتب گذراند، به گونه‌ای که در سن 8 سالگی قرآن را حفظ نمود. رودکی در ایام کودکی نابینا بود، یا به روایتی دیگر او را نابینا کردند. او در دربار ابو نصر سامانی محبوبیت خاصی داشت. رودکی از فرقه اسماعیلی بود، به همین دلیل ابو نصر نخستین پادشاهی بود که این مذهب را پذیرفت. رودکی شاعری باهوش و چیره دست بود و ذوق شعر و شاعری او زبانزد خاص و عام بود. از رودکی آثار زیادی بر جای مانده است که از مهمترین این آثار میتوان به کلیله و دمنه منظوم او اشاره کرد. یکی از شعرهای معروف رودکی شعر بوی جوی مولیان است که در روحیه ابو نصر سامانی تأثیر بسزایی گذاشت. رودکی سرآغاز شاعری قرن چهارم هجری است، به دلیل مقام بلندی که در شاعری داشت از او به عنوان پیشوای شعر فارسی نام برده می شود. به رودکی لقب پدر شعر فارسی داده اند. رودکی در اواخر عمر خویش به بنج رودک، محل زادگاه خویش برگشت و در سال 329 هجری در همانجا درگذشت. کلمات کلیدی مترادف فارسی، مترادف انگلیسی، عام، مردم، حفظ کردن، به ذهن سپردن، محبوبیت، شهرت، چیره دست، زرنگ، روحیه، ذهن، پیشوا، رهبر، زادگاه، محل تولد.